22 فروردین 99 همراه با ضرب و شتم شدید دستگیر و به بند 209 منتقل شدیم. جمعا بیش از 2 سال را در سلول‌های انفرادی و سلول‌های دربسته سر کردیم و در سومین سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شدیم. در این 3 سال مسیری پرخادثه را پشت سر گذاشتیم. هم روزهای سخت پس از دستگیری، هنگامی که در ابتدای جوانی از کلاس درس دانشگاه به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودیم، از خود می‌پرسیدیم که این دیوارهای سنگی که بیش از 50 سال از دانا شدن آنها می‌گذرد، شاهد درد و رنج و شکنجه های چه کسانی بودند. این دیوارها در دل خود میزان انسان‌های عاشقی بودند که برای آزادی ایران به استقبال سختی‌ها رفتند و با ایستادگیشان اوین را تبدیل به نمادی مشترک از سرکوب در دو دیکتاتوری کردند. در میان تمام فشارها و تهدیدات، ما خود را قطره‌ای از رود خروشانی می‌دیدیم که تلاش می‌کند سدی به نام دیکتاتوری را که بر سر راه تاریخ ایران قرار دارد بشکند و به دشت زیبای آزادی برسد. در دل آن روزهای سخت، حمایت‌های شما مردم عزیز ایران پشتوانه و تکیه‌گاه ما شد. یک سدی محکم میان ما و چوبه دار شد، سدی که گذار زمان در آن اثری نکرد. سدی که گذار زمان در آن اثری نکرد تا ما تمام زندگی من را مدیون شما باشیم و این افتخاریست بزرگ برای ما. سدی که گذر زمان در آن اثری نکرد تا ما تمام زندگی ما را مدیون شما باشیم و این افتخاریست بزرگ برای ما. امید داریم و در تلاشیم شایسته آن حمایت‌های بی‌دریغ باشیم. ما در آغوش مهر و حمایت‌های شما هموطنان از بسیاری خطرات در امان ماندیم تا بیش از پیش خود را مدیون شما بدانیم و با خود عهد می‌کنیم تا آن روز که آزادی ایران را در کنار هم جشن بگیریم، دغدغه آزادی خود را نداشته باشیم و لحظه به لحظه یاد آن کودکانی هستیم که بارها برای کسب عناوین علمی از ما شایسته ترند، اما فقر و تبعیض فرصت را از آنها گرفته است. ما نیز مانند تمام جوانانی که در خیابانها کشته شدند، آرزوی جز آزادی ایران نداریم و در برابر آنها مقاومت در زندان وظیفه ایست کوچک بر دوش ما. ما در پس رنج ها و سختی های این سالیان به فرارسیدن لحظه های شادی حقیقی، به طلوع صبح آزادی و به تحقق ایران آزاد آزاد یقین داریم. تمام زندان برقرار شده، ما در پس رنج ها و سختی های این سالیان به فرارسیدن لحظه های شادی حقیقی، به طلوع صبح آزادی و به تحقق ایران آزاد آزاد یقین داریم. دوستدار شما امیر حسین علی.